بررسیهای های انجام شده نشان می دهد که پدیده اسلام حراسی به شکل خطرناکی در جهان در حال رشد است در همین راستا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی مذهب و عقاید نیز طی اظهاراتی این مطالب را تایید کرده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی مذهب و عقاید نگرانی هایی را درباره رشد اسلام حراسی مطرح کرده و معتقد است که از حملات تروریستی 11 سپتامبر سوء زن به مسلمانان افزایش پیدا کرده و همه گیر شده است. وی این نگرانی ها را در گزارش مقابل با اسلام حراسی و نفرت علیه مسلمانان که به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داده شده ابراز داشت. احمد شهید تأکید کرد که نقطه نظرهایی مبنی بر نشان دادن مسلمانان به عنوان تهدید وجود دارد و این دیدگاه ها اقدامات تبیزامیز خشونت و دشمنی علیه مسلمانان را بیشتر می کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل افسود من شدیدن دولت ها را تشویق می کنم تا همه اقدامات لازم را برای مبارزه با انواع تبعیز مستقیم و غیر مستقیم علیه مسلمانان انجام دهند و هرگونه حمایت از نفرت مذهبی را که باعث ایجاد خشونت می شود منع کنند گزارشی درباره نفرت و تبعیض علیه مسلمانان که توسط کمیته حقوق بشر اسلامی انگلستان در نوامبر 2020 به گزارشگر ویژه سازمان ملل ارسال شد پیشنهاداتی درباره اقدامات مورد نیاز برای مقابله با اسلام حراسی ارائه کرد. کمیته حقوق بشر اسلامی انگلیس همچنین پیشنهاد کرده که یک برنامه درسی اسلامی در کنار برنامه درسی اصلی برای شهروندان به منظور احقاق حقوق مسلمانان در جنبه های مذهبی و فرهنگی تدریس شود. موج جدید اسلام حراسی با حملات 11 سپتامبر آغاز شد و پس از ظهور سنی های تندرو داعش در سوریه و عراق به اوج خود رسید زیرا آنها اقدامات تروریستی خود را منطبق با اسلام اعلام می کردن. این اقدامات حملات عناصر این گروه در برخی کشورهای غربی و در پایان گفتمان اسلام حراسانه شخصیت های حکومتی کشورهای غربی آتش آن را شعله کرد.